همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از نیویورک. مریم، چه موضوعات مهم دیگه‌ای در جلسه امروز شورای امنیت به ویژه در مورد حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی مطرح شد؟ گرار، جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد یمن ساعت 10 به وقت شرق آمریکا برگزار شد، اگرچه که این جلسه ماهانه در مورد موضوعات داخلی و مشکلات بر سر راه یمن بود، اما اکثر اعضای شورای امنیت در مورد حملات حوثی‌ها به دریای سرخ و حمله پهپادی هفته گذشته به اسرائیل ابراز نگرانی کردند و در این مورد هشدار دادن. همواره زمانی که شورای امنیت سازمان ملل در مورد حوثی‌های یمن جلسه برگزار میکنه، نام جمهوری اسلامی در این جلسات چندین و چند بار تکرار میشه و کشورهای پیسه در واقع که بریتانیا، فرانسه و آمریکا باشن، از حمایت جمهوری اسلامی به حوثی‌ها انتقاد میکنن. بعد از ظهر روز دوشنبه هم شورای امنیت سازمان ملل یک جلسه مهم رو تشکیل داد در مورد تهدیدات علیه صلح و امنیت که مربوط میشد به حمله‌ای که حوثی‌ها به اسرائیل انجام دادن و در مورد تحولات مربوط به حمله پهپادی 19 جولای در شهر تراویف که حوثی‌ها به گردن گرفتن در موردش بحث و گفتگو کردن. در جلسه امروز تأثیرات منفی منطقه‌ای بر یمن و همچنین تنش‌ها در منطقه بر روی یمن مورد بحث قرار گرفت. رابرت وود، نماینده ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت، گفت حوثی‌ها و جمهوری اسلامی مسئول وضعیت کنونی در یمن و همچنین در منطقه هستند. همچنین دیگر اعضای شورای امنیت تاکید کردند بر تلاش ها بر میانجیگری برای توسعه نقشه راه سازمان ملل برای فرایند صلح میان یمنی ها. خیلی متشکرم از توضیحات مریم رحمتی از ساختمان سازمان ملل در نیویورک.